سلام به شما دوستان عزیز، وقتتون بخیر. من پیام بهرامپور هستم و امروز میخوایم راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت بکنیم، عذاب وجدان و احساس گناه و البته یه سری مخلفات دورش که امیدوارم از این صحبتها لذت ببرید. با ما همراه باشید چون یه مهمون ویژه داریم. خب همونطور که در جریان هستین، بخش در سایت ما وجود داره به نام یک سوال از پیام. شما سوالاتتون از من میپرسید، اونایی که بلد باشم پاسخ میدم. زمانهایی که ببینیم کارشناس خیلی توانمندتری وجود داره تو اون هیته یا کسانی هستن که میتونن جوابهای خیلی بهتری بدن، حتما از این دوستان کمک میگیریم. اول بریم با هم سوالو نگاه بکنیم. دوستی گفتن که سلام وقتتون بخیر، یه اتفاقی برای من افتاده که خیلی از خودم ناراحت شدم. توی دوره آموزشی شرکت کردم و از استاد بدقولی دیدم. بعد چند وقت دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. بعد از گفتن نکات مثبت دوره محترمانه ولی تند ازشون انتقاد کردم و پشتیبانی گفتن که استاد مبتلا به کرونا شده بنده خدا و به همین خاطر نمیتونن جواب بدن. حسابی عذاب وجدان گرفتم. بارها برام این اتفاق افتاده که خواستم اعتراض کنم اما متوجه شدم که طرف مقابل مشکل بدی براش به وجود اومده. اعتراض و انتقاد برای من تا حدودی سخته و خیلی مراعات بقیه رو میکنم، اما هر موقع هم که خواستم حرفمو بزنم به همچین یه همچین اتفاقی برام رخ داده و پشیمون شدم. نمیدونم، شاید هوش هیجانیم پایینه. کاش بهرامپور راجع به این موارد صحبت کنه. ببخشید خیلی طولانی شد. ممنونم از زحمتتون. دوست گلم، دو تا نکته میخوام بگم به شما و همه عزیزان. یک، آقا تو رو خدا چه اصراری دارید که انتقاد کنید؟ یه چیزی وجود داره تو مدرسه بهمون یاد دادن این شکلی هم بود، فقط بهمون یاد دادن ته یه سری جمله ها بذاریمش، اون علامت سوال لامصب وامونده رو، ولی بهمون یاد ندادن که تو این ارتباطا باید سوال بپرسی. اصلا شما لازم نبود اینجا انتقاد کنی، گوشه ور می‌داشتی میگفتی ببخشید میتونم بدونم دلیل اینکه کلاس ها درست برگزار نمیشه چیست؟ بعد اونا یا میگفت یا بهونه می آوردن، اون موقع فوش بهشون میدادی، یا اینکه میگفتن استاد کرونا داره شرمنده نمیشدی. اگر عزیزی دیر اومده سر قرار یا جواب پیغامتو نمیده، به جای اینکه یهو پیغام بدی که ما رو تحویل نمیگیری فلان فلان شده اینا، بگو میتونم بدونم به چه دلیل پاسخی از تو دریافت نمیکنم، یا میگه من مثلا فلانی کسم مرده، افسرده شدم، خودم بیمارستانم، تیمارستانم، یا میاد میگه که نبات حال نمیکنم. تکلیفت مشخص میشه. من توی کتاب تیغ که در رابطه با انتقاد هست و با دوست خوبم آقای امین القاسی زاده نوشتم، ببین چقدر خوشگله کتاب، هیچ اسمی هم روش نیستش، توی این کتاب توضیح دادیم که عملا بحث انتقاد با سوال شروع میشه. اصلا اول من سوال بپرسم چرا باید انتقاد کنم یه راست؟ چون تو دنیا خیلی چیزا وجود داره که ما نمیدونیم و سوال پرسیدن کمک میکنه که موضوع شفاف شه. پس ازتون خواهش میکنم که تا میشه سوال بپرسید. اما بریم سراغ بحث اصلی این داستان. همونطور که متوجه شدین دوستمون الان اینجا احساس گناه و عذاب وجدان دارن و حسابی به هم ریختن و اینجا در خدمت آقای دکتر کاظم‌زاده هستیم و میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چطور میتونیم با این احساس یه خود اذیت کننده مبارزه بکنیم، مدیریتش بکنیم یا باید چیکارش بکنیم. آقای دکتر سلام به شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستانی که این برنامه رو دنبال میکنن. امیدوارم گفتگومون مفید باشه. زنده باشید، سپاسگزارم ازتون. خب بفرمایید که داستان از چه قراره؟ کلن یه دید کلی راجع به این سوال اول اعلام میکنید و همه عزیزانی که حالا احتمالاً سوالات مشابه این دارن. خواهش میکنم. کلن بحث عذاب وجدان یکی از اون فکرهای آزاردهندهیه که عموم ما در جاری زندگی به شدت درگیرش میشیم و جالب اینجاست که هر وقتم برامون اتفاق میفته احساس میکنیم یه طبیعتیه که به بروز کرده و باید حال دلمون رو بد کنه و اصلا به این صرافت نمیفتیم که خب بریم یاد بگیریم این کار رو چجوری جمعش کنیم. اصلا خیلی همون میگیم حقمونه، درسته آقای دکتر؟ آره. من یه مثال میزنم خدمتون استاد بهرامپور. ببینید ما خیلی موقع وقتی بیماری های جسمی میگیریم یا بر اساس تجربه و دانش قبلیمون یا بر اساس مراجعه به آدم متخصص، یه راهکار مطلوب برای جمع جور کردن اون بیماری جسمی حتما میشنویم، حالا یا استفاده میکنیم یا استفاده نمیکنیم. اما نمیدونم چرا هنوز این جایگاه برای ما شکل نگرفته که وقتی یک ناگواری روانی برامون شکل میگیره به یه متخصص مراجعه کنیم، از دانش و آگاهی استفاده کنیم، آموزش ببینیم. خیلی موقعا مراجعه کردن به یک مشاور اصلا لازم نیست، فقط کافیه یه آموزش مطلوب ببینیم تا مدار عصبیش برامون شکل بگیره و آروم آروم خودمون رو به استاندارد نزدیک کنیم. من خیلی دیدم آدمای دور و برم که متاسفانه درگیر عذاب وجدان‌های کوچیک و بزرگ و آزاردهنده ای هستن، اما هیچ تدبیری برای مدیریت این عذاب وجدان نمی‌کنن. و عموم مردم، این یه پژوهشه استاد بهرامپور عزیز،
عموم مردم در مقابله با عذاب وجدان از یک مکانیزمی استفاده میکنن به نام ایگنور، نادیده گرفتن، پنهان کردن، حواسمو به چیز دیگه پرت کردن. و از نظر علمی ثابت شده به ازای هر یک باری که در عذاب وجدان، که یک فشار روانیه که حالا مفصل براتون تعریفش میکنم و یک عاطفه منفیه، هر یک باری که بی توجهی کنیم درصدی از توانمندی روانشناختی خودمون رو از دست میدیم. شنیدید وقتی آدم های ذره بزرگتر میشن میگن من دیگه اعصاب ندارم، ولم کن، رو مخم را نرو. یکی از بزرگترین دلایل فرسایش روان عذاب وجدانهای مدیریت نشده و بی‌اعتنایی شده است. چقدر جالب، متشکرم. کلا ما اصلا کلمه عذاب وجدان رو به عنوان یه چیز متداول تو روانشناسی فکر نمی کنم داشته باشیم، فکر می کنم واژه‌ای جایگزینی داریم، درسته؟ آره، از نظر علمی ما کلمه‌ای به نام عذاب وجدان خیلی نداریم، اما یه چیزی که به شدت باش همپوشانی داره و قشنگ اون معنا رو به طور کامل میرسونه بحث احساس گناهه. کلمه احساس گناه خب یه کلمه کاملا علمیه، تو DSM-5 هم به شدت روش مانو داده شده و یه سری از نشانگان تشخیصی یه سری از بیماری هاست، مثل مثلا افسردگی ماژور و غیر و غیره. احساس گناه یه کلمه علمی تره که تو تکسای دانشگاهی بهش پرداخته میشه. میخواین تعریف کنیم مثلا احساس گناه یعنی چی؟ آره، احساس گناه از نظر علمی یعنی عواطف درونی منفی و تخریب کننده. یعنی قشنگ من احساس میکنم که منفیه، حال دلمو داره بد میکنه و تخریب میکنه وجود منو در درون، که منجر به سرزنش خود و میل به مجازات میشه. یعنی این چهار تا خصوصیت رو حتما باید داشته باشه، هر کدوم از اینا پررنگ تر باشه احساس گناه خطرناکتری. پس یک، عواطف درونی منفی، یعنی من سرخوش نیستم، وقتی یادم میاد انرژی نمیگیرم، داونم میکنه. دو، تخریب کننده. تخریب کننده یعنی چی؟ یعنی نه فقط بلکه در این موضوع، در موارد دیگه و در موضوعهای دیگه هم میاد سراغم. مثلا من یه احساس گناه در برخورد با فرزندم دارم، تو موقعیت شغلیم هم حال دلم بد میشه، تخریب میکنه، مثل یک ویروس، مثل یک زنگ زدگی، همه ابعاد روان من رو در بر میگیره. سه، برای خودم سرزنش ایجاد میکنم، یعنی شروع میکنم به خودم بدگویی کردن. حالا هر کسی به تناسب فرهنگ خودش، بعضیا با خودشون شروع میکنن واگویه های فلسفی، آخه تو مگه آدم نیستی؟ این چه طرز صحبت کردنه؟ این چه طرز رفتاره؟ بعضی خوش و فلاکت میدن به خودشون، بعضی خودشون رو نفرین میکنن و خیلی از اتفاقهای دیگه. و در نهایت متاسفانه میل به مجازات. میل به مجازات خیلی متاسفانه تو اطرافیانمون قابل رؤیته، که تصمیم های آنچنانی میگیرن که مهمترین مجازاتی که ما میکنیم اینی که روش های درست و فعالیت های صحیح زندگیمون رو رها میکنیم، کلن دیگه خیالش میشیم. مثلا طرف داره زبان میخونه، طرف رژیم گرفته وزن کم کنه، طرف داره ورزش میکنه، با چهار تا آدم حسابی ارتباط مطلوب داره، داره یه چیز خوبی یاد میگیره، یه دفعه وسط یه کورس آموزشی رها میکنه. این میشه همون مجازاته. و جالب اینجاست که استاد بدونیم ما وقتی خودمون رو مجازات میکنیم، قانون مجازات و اعمال مجازات در ناخودآگاه انجام میشه و متاسفانه هیچ هوشیاری تو این موضوع نداریم. یعنی نمیدونیم که الان که من دیگه حال ندارم ورزش کنم، حال ندارم این رژیم رو ادامه بدم و دارم رهاش میکنم، این اون میله به مجازات است که برای عذاب وجدان یا احساس گناه در درونم ایجاد شده. عجب. خب پس من یه مثال بزنم. مثلا من یه جفایی میکنم در حق یه نفر، مثلا یه حرفی میزنم همسرم و قدیم یه کاری کردم، دعواش کردم، کتکش زدم، مثلا یه کاری. بریم سراغ تعریفش. خب یه احساس خیلی بد و منفی دارم و داره واقعا درنمو تخریب میکنه و هی به خودم میگم گند زدی، خاک تو سرت، فلان اینا، و بعد میخوام خودم رو مجازات بکنم. مجازات مثلا اینطوریه دیگه، شاید اصلا دیگه بگم من لیاقتشو ندارم، من فلان دیگه نرم یه کار جدید بکنم، نرم ورزش کنم، نرم فلان. مثلا این یه مثال میتونه باشه از این موضوع، درسته؟ مثاله. و البته خیلی موقع‌ها مجازات ها پذیرش یه سری از وظایف یا یه سری از خدمات علارغم میل باطنیه. مثلا من یه اجحافی به همسرم کردم بر اساس همین مثال شما، حالا دیگه هر وقت میگه بیا بریم خونه مامانم اینا، علارغم میل باطنی، حالا دلم خوب نیستا،
اگر احساس گناه نداشتم، اگر عذاب وجدان نداشتم، بعضی موقع میگفتم نه نمیام، قاطعانه نه محکم و بیان میکردم، اما چون عذاب وجدان دارم میگم ولش کن بابا، من تا میتونستم به این جفا کردم، حالا بذار یه ذره مثلا به کام دلش رفتار کنم، یه ذره به باب میلش باشم. جالب اینجاست که تو پژوهش‌های علمی ثابت شده آدم‌هایی که اینطوری منفعلانه میخوان عذاب وجدان خودشون رو مدیریت کنن، احساس گناه رو مدیریت کنن، تمام احساسهای منفی رو یه دفعه جمع میکنن از این خشمهای پنهانی که علارغم میل باطنیشون یه سری خدمات رو دارن ارائه میدن، و چنان منفجر میشه که کانون خانواده رو کلن با اضمحلال روبرو میکنن. خب آقای دکتر، اصلا چرا این احساس گناه درون ما ایجاد میشه؟ ببینید، تحلیل احساس گناه به صورت جدی تو رویکردهای روانشناسی فوق‌العاده سنگین و متناقض بعضی موقع‌هاش، ولی من تعریف‌ها رو بیان می‌کنم در حد نیم خط. در انتها یه رویکرد التقاطی میگم که برای همه قابل استفاده باشه. مثلا تو روانکاوی میگن جنگ میان فراخود و نهاد، یعنی امیال درونی و اون حس اخلاق مدارانه، حس مطلوبی که در درون هر آدمی وجود داره که ما اسمش رو میذاریم وجدان، اخلاق، فهم و شعور و غیره و غیره، جنگ این دوتا احساس گناه میاره. یا مثلا تو رویکرد شناختی میگن بروز یک رفتار آسیب زننده، حالا این آسیب یا قابل مشاهده است یا قابل تخمینه، در هر دو موقعیت انسان احساس گناه میکنه. یا تو وجودگراها میگن عدم کنار اومدن با اضطراب‌های ناشی از زیستن. مثلا وجودگراها میگن یکی از بزرگترین اضطراب‌های عمومی انسان‌ها اضطراب مرگ. کسی که نمیتونه با اضطراب مرگش کنار بیاد، با اضطراب فقدان کنار بیاد، این آدم عذاب وجدان میگیره. اما همه این تعریف‌ها رو بذاریم کنار، یا مثلا یه رویکرد دیگه داریم، اسکیماتراپی یا همون طهرواره درمانی، که میگه اگر بخوایم ما عذاب وجدان یا احساس گناه رو تحلیل کنیم، مربوط میشه به طهرواره نقص و شرم. یعنی کسی که طهرواره نقص و شرم داره همش احساس میکنه یه چیز زایه، یه چیز دوست نداشتنیه، یه تیکه ناجور یا یه وصله ناجور به جاری زندگیشه، این آدم احساس گناه تو زندگیش جاری و ساریه. اما همه اینا رو، تعریفا رو میبوسیم میذاریم کنار. التقاطی ها، یعنی کسایی که حرفای درست رو از همه رویکردها جمع میکنن و به همه رویکردها پایبندن، یه جمله میگن، میگن آقا انسان در فرایند اجتماعی شدن یه قانونهایی برای خودش کدگذاری میکنه. حالا این قانونها میتونه جلوه های دینی باشه، میتونه مسائل علمی باشه، میتونه دستاوردهای عقلی و تجربی خودش باشه، خیلی فرق نمیکنه. هر آدمی برای خودش یه استراکچری، یه قالبی طراحی میکنه. عدول از این قالب، شکستن این قالب، عذاب و وجدان و احساس گناه میاره. یعنی من برای خودم یه چارچوبی میذارم، اون چارچوبه اگه خراب شه، مثلا چون با بزرگ من میزده تو سر بابای من، اصلا هم واسهش عذاب وجدان نداشته باشه، بعد بابای من چپ منو نگاه میکرد، ممکنه 10 سال عذاب وجدان داشته باشه با خودش، درسته؟ دقیقاً. چرا؟ قالب پدر شما با قالب پدر بزرگ شما متفاوته، ساختارهای ارزشیابیشون متفاوته. یا مثلا چه میدونم، مثلا یه مادری توی 18 سالگی تو ایران به بچهش بگه از این خونه برو، خودشو میکشه از بس که مثلا احساس میکنه وای من چه کار کردم. ولی تو خیلی از کشورها از جمله امریکا برای بسیاری از خانواده‌ها چیز کاملا اوکیه، میگن خب دیگه ما تا 18 سالگی هستی خوشحال میشیم، بعدش دیگه میخوای چیکار بکنی. خیلی جالب بود، مرسی. خب حالا از کجا بفهمیم احساس گناه داریم؟ جالبه، تو مقدمات عرایزم خدمتون عرض کردم خیلی موقع ها آدم ها نمیدونن استاد برهانپور که عذاب وجدان دارن. یعنی ما نشانه های بالینی و تشخیصی عذاب وجدان رو متاسفانه چون آموزش ندیدیم، این آموزش ها آموزش های قبل از ابتدایی ها، قبل از ابتدایی یعنی قبل از اینکه تفکر انتزاعی در ذهن یک انسان و در مغز یک انسان استارت کنه فعالیت، یعنی تو خط برش، ما روانشناسا اسمش میذاریم پوینت کات، خط برش، نقطه برش، تو خط برش تقریبا 6 سالگی. حالا ما ایرانی ها چون ویتامین د غشامیمون خیلی خیلی خوبه، به اصطلاح آدمای باهوشی هستیم و توانمندی یادگیریمون خیلی بالاست، یه ذره این سنه پایین‌تره، مثلا 5.5 سالگی یا 5.9 ماهگی، ولی خط برش تفکر انتزاعی تقریبا 6 سالگیه. خب
ما باید اون موقع یاد میگرفتیم که نشانه های عذاب وجدان چیه. آها، من وقتی اینطوری میشم یعنی عذاب وجدان دارم. ولی خب الان در این مجمل این فرصت به وجود اومده که این نشانه ها رو یاد بگیریم. نشانه احساس گناه اینه. فکر مجمل جانم. یعنی چی؟ یعنی در این خلاصه، در این موقعیت مرسی. محدود اذیت میکنید ما رو عزیز دلیل. خب میفرمودین در این مجمل ببخشید. بله خواهش میکنم. فکرهای غیر اختیاری آزاردهنده، خب که وقتی میهمان دل و ذهنمون میشه، بعدش تقلیل انرژی تجربه میکنیم، بی‌حوصلگی و کلافگی تجربه میکنیم، نشانه مهم احساس گناه. پس ببین، یک غیر اختیاریه، دست خودم نیست، یعنی مثلا زور نمیزنم که من فکر از عذاب وجدان بیاد تو ذهنم، اتفاقا ناخودآگاه میهمان دل و ذهنم. دارم رانندگی میکنم، دارم یه موسیقی گوش میدم، بازی بچه‌مو تو پارک دارم نگاه میکنم، دارم غذا میخورم، رفتم زیر دوش بگیرم، قبل از خوابیدنه، بعد از بیدار شدنه، ناخودآگاه یه دفعه میاد تو ذهنم، یه دفعه هوشیار میشم، میگم من 5 دقیقه دارم به یه موضوع آزاردهنده، اذیت کننده که فوق العاده بعدش تقلیل انرژی داره و انرژیام داون میشه و به هیچ عنوان دیگه انگیزه‌ای برای جاری زندگی ندارم، فکر میکنم. به این میگن نشانه بسیار مهم تشخیصی احساس گناه. که البته این نشانه است، لزوماً کسی که اینطوریه به این معنی نیستش که احساس گناه داره. مثل مثلا سرفه یا عطسه که میگیم آقا سرفه، عطسه، تب، اینا علائم کرونا هستن، اما هر کی سرفه و عطسه داره لزوماً کرونا نداره. این حواسمون رو جمع میکنه، بیشتر مراقب باشیم، تستای بیشتری انجام بدیم، درسته؟ دقیقاً. یه شمارشی هم تو DSM-5 هست استاد که اگه لازم بدونید بگید. حتماً. ما ببینید بازه تشخیصی خلق رو 2 هفته در نظر میگیریم. یعنی اگر تو 2 هفته یه انسان بیش از 5 بار تفکر آزاردهنده تخریبی که بعدش تحلیل انرژی خیلی خیلی زیاد رو تجربه میکنه داره، یعنی یه احساس گناه خیلی جدی داره. تو 2 هفته یعنی بیش از 5 بار. آره، یکی بیاد بهم بگه آقا من احساس عذاب وجدان دارم، منم به عنوان دکتر ازش میپرسم خب شما تو 2 هفته چند دفعه این میهمان دل و ذهنت میشه؟ اگه بگه آقای دکتر هر روز، یعنی بیشتر از 10 روز 10 بار دیگه، میگم خب پس تو احساس گناه داری، حالا بریم سراغ این که چجوری جمع جورش کنیم. متشکرم از شما، خیلی خوب، عالی. خب حالا اصلا این عذاب وجدانه، احساس گناهه، چیز بدیه، ضرر داره؟ البته گفتین یه خورده، ولی بیشتر بازش کنیم. ببینید من یه مثال براتون میزنم، با تمام جان و دل این مثال رو گوش بدید، خیلی کمک کننده است. استاد بهرامپور، من تقریبا از 20 سالگی، این مثال شخصیه، یه مصداقه، من از 20 سالگی رانندگی کردم تا الان که 40 سالمه. خب 20 سال رانندگی کردم و به لطف خدا تصادف خیلی خطرناکی برام رقم نخورده. خب اما اگر الان شما از من بپرسی آقای کاظم‌زاده رانندگی بلدی؟ من اینطوری میگم ای صورتمو میبینی؟ یه پوکه فیسی که خفن تجربه میشه و یه احساس کاملا خونسا، بعضی موقع ها منفی. چرا؟ چون من از داشته و دانسته خودم لذت نمیبرم. تا اینجا قبول؟ این دانسته ها و داشته ها، خواهش میکنم به این دوتا کلمه دقت کنید، داشته ها و دانسته ها در کنار همدیگه قرار میگیره، یه من یک پارچه برای من درست میکنه به نام هویت، آیدنتیفی. خب یه احساس کلی به این هویت درونی برای من وجود داره که ما اینو اسمش میذاریم عزت نفس، سلف استیم. خب حالا بعضی از آدما خودشونو، اون هویت یک پارچه وجودیشونو دوست دارن، بعضی از آدما دوست ندارن. یکی از بزرگترین دلایلی که آدما خودشونو با تمام داشته ها و دانسته ها دوست ندارن احساس گناهه. آها، تو متوجهم. یعنی به شدت سلف استیم رو تخریب پس میکنه. الان اگر میبینم من خودم دارم با خودم به مشکل میخوام، از خودم بدم میاد، لعنت به من فلان اینا، احتمالاً اون عذاب وجدان احساس گناهه. اون عذاب وجدان آسیب خودشو زده. حالا نکته دوم، من وقتی خودم رو دوست ندارم، کلمه دانسته ها و داشته ها یادتونه؟ خودم رو دوست ندارم،
فقط یه احساس و یک عاطفه نیست که من یک تنفری یا یک بدحالی نسبت به خودم داشته باشم، بلکه در تصمیم گیری های خودم، در انتخاب های خودم هم چیکار میکنه؟ اثر میذاره. یعنی باورم هم نسبت به خودم کم میشه. من مثلا دکتر روانشناسم، استاد بهرامپور لطف میکنه یه پیشنهاد میده، میگه کاظم زاده میای با هم دیگه یه گفتگویی کنیم راجع به احساس گناه؟ من کلی مطلب راجع به احساس گناه دارم ولی به خودم باور ندارم، میگم نه استاد واقعیتش من نمیتونم. یعنی میپیچونم شرایط پیشنهادی رو، یعنی اعتماد به نفس، سلف افیکیسی من میاد پایین. خب که البته سلف افیکیسی یعنی خودکارآمدی که کلمه دقیق اعتماد به نفس میشه، سلف کانفیدنس کلمه معمولی و بازاری میشه، یعنی چیزی که مردم کار دارن. حالا خودکارآمدی شاید اکثر مخاطبان ما نیازی بهش نداشته باشن که بدونن، برای با همین دید اعتماد به نفس میتونیم بریم جلو. درسته؟ خب حالا آقا ما یه گلی خوردیم و اشتباهی کردیم و احساس گناهمون خراب شده، حالا چیکار کنیم؟ بسیار خوب، من به خاطر اینکه بتونم تدوین کنم راهکاری که قرار خدمت شما تقدیم کنم و از شما دو تا سوال میپرسم استاد. این دو تا سوال رو خواهش میکنم واقعی ترین جوابتون رو به من بدید، خیلی کمک کننده است. اگر یه آدمی که ورزشکاره، یعنی یه عضله خیلی خوبی داره و فوق‌العاده رو بدنش کار کرده یه چیزی تو مایه های شما، آره، روزی 3 ساعت شما رو بگیرن به زور از یه میله آویزون کنن به مدت 1 ماه، روزی 3 ساعت از یه میله آویزون کنن به مدت 1 ماه، بعد از 1 ماه چه اتفاقی برای بدن شما میفته؟ والا این سوال هم نمیدونم جواب بدم الان. آره جواب نمیدونم واقعا چه اتفاقی، ولی فکر کنم نابود شه بدنش. آفرین، ضعیف و نحیف و خدای نکرده شاید اصلا جان به جان آفرین تسلیم کنید. قبول داری؟ ما اسم این کارو میذاریم شکنجه. یعنی اگر شما روزی 3 ساعت با اجبار به زور از یه میله آویزون بشید، در اصل دارید شکنجه میشید دیگه. درسته؟ از شما یه سوال دیگه دارم، اگه شما روزی 3 ساعت تو ست های متفاوت با یه برنامه کاملا مشخص، روزی 3 ساعت بار فیکس برید، پرس سینه بزنید، بعد از 1 ماه چه اتفاقی بر بدنتون میفته؟ هیکل شما میشه مثل هیکل من. ما مخلص شما. دقیقا، یعنی عضلاتتون تقویت میشه و فوق العاده رشدندگی رخ میده. درسته؟ دقیقا. مثال اول، آفرین، ایشالله سالم باشید. مثال اول و دوم استاد با همدیگه چه فرقی میکنه؟ هر دوتاش که آویزون بودن از میله است. اختیار یکی از تفاوتاشه. آفرین، تنها تفاوتش همینه. شما تو آویزون بودن اول داری به زور آویزون بودن رو تجربه میکنی، در حالت دوم با اختیار داری ورزش میکنی. یه نکته ناب دکتر، استاد بهرامپور عزیز، اگر مخاطبای ما این نکته رو امروز از من یاد بگیرن، من حق معلمی رو بهشون ادا کردم. تمام کتاب کنترل فشارهای روانی گرینبرگ این یه جمله است. یعنی اگر خلاصه یکی از مهمترین کتابهای تکس بین المللی در مقابله با فشارهای روانی رو یک کسی از من بپرسه، من این یه جمله رو میگم: فکرهای غیر اختیاری حتی اگر مثبت هم باشه آدم رو ضعیف میکنه، و فکرهای اختیاری حتی اگر منفی هم باشه آدم رو قوی میکنه. اجازه است؟ حتما. فکرهای غیر اختیاری حتی اگر مثبت هم باشه سیستم روانشناختی و انسان رو ضعیف میکنه، فکرهای اختیاری حتی اگر منفی هم باشه سیستم روانشناختی انسان رو قوی میکنه. یعنی این رویکرد گرینبرگ فرمودین که گفته، رویکرد روانشناسیش چی هست؟ رویکرد CBTه، شناختی رفتاری. یعنی باورش بر اینه که میشه افکار رو از بین برد، یا مثلا هوشیار. نه، رویکرد اینه، هوشیارانه به فکرهای خودتون بپردازید. یعنی آگاه باشیم به افکار، منظور اینه. آگاه باشید، هوشیار باشید و اختیاری فکر کنید. خب حالا
پس این مقدمه علمی رو که بیان کردم، تکنیک اولی که میخوام خدمتتون تقدیم کنم کاملا فلسفه علمیش مشخص میشه. تکنیک اول که تو همه کتاب ها هست، هم تو کتاب فشار کنترل فشار روانی گرینبرگ هست، هم تو درمان اضطراب و افسردگی ولز هست، ترجمه آقای دکتر شهرام محمدخانی، و تو تمام کتاب های تکس دانشگاهی هست. بچه‌ای که دکترای روانشناسی سلامت یا روانشناسی بالینی کار میکنن، این منبع یکی از اصلی ترین منابعشونه که هم تو کارشناسی ارشد میخونن هم تو دکترا میخونن. خیلی منبع اصلیه. چی میگه؟ میگه اگر یه فکری میهمان دل و ذهن تو شد، تو بیا اون فکر رو تشخیص بده که چه فکری داری الان. آها، من الان دارم به احساس گناه فلان اتفاق متمرکز میشم. فردا نه پس فردا ساعت 6 بعد از ظهر به این موضوع فکر میکنم. درست شد؟ پس من اون لحظه بیام به خودم آگاه شم و بعد بگم آها، الان دارم راجب یه دادگاهی تو ذهنم تشکیل دادم راجب این که اون روز من فلان کارو کردم. دادگاه موکول میشه به 2 روز دیگه. 2 روز دیگه. آفرین، چقدر مثال قشنگی زدی. من 2 روز دیگه به این موضوع رسیدگی میکنم. گرفتی چی شد؟ به این تکنیک میگن تکنیک پستپونمنت، یعنی تکنیک به تعویقن، تکنیک بعدن رسیدگی کردن. فوق العاده در اضطراب و احساس گناه این تکنیک کمک میکنه. خدا شکر این خیلی گزینه خوبیه فکر میکنم، چون همه ایرانی ها اینو به شدت خوب میتونن یاد بگیرن، چون هم تو فضای اون دادگاهایی که تشکیل میشه قشنگ همش میگن برو 6 ماه دیگه بیا، برو 1 سال دیگه بیا، قشنگ واردن. ایشالله که بتونیم خیلی خوب با روان خودمون هم همین حرکت رو بزنیم، چون اینجا به درد میخوره اونجا نابود میکنه. دقیقاً. اما یه نکته رو بگم یادمون نره، چرا داریم متوقف میکنیم؟ چون بده؟ نه، چون تخریب ایجاد میکنه. چرا تخریب ایجاد؟ آفرین، چون غیر ارادیه. الهی خیر ببینی، چون غیر ارادیه. غیر ارادی بودنش تخریب درست میکنه، نه بد بودنش. یادتون باشه چون ما قراره 2 روز دیگه 3 روز دیگه دوباره به این فکر بد به صورت اختیاری بودن و ارادی بودن بپردازیم. اگه بد باشه که خب 3 روز دیگه هم تخریب ایجاد میکنه. پس ببین، خیلی جدی من تو تقویمم وارد میکنم اصلا راجبش صحبت بکنم، درسته؟ یعنی انقدر ارادی. فقط نمیخوام بپیچونمش. نه، اصلا و ابدا. ببین، هدفمون پیچوندن نیست. یادتونه اول بحث گفتم ما آدما یه مکانیزمی داریم به نام ایگنور، پنهانسازی، که میپیچونیمش و این پیچوندن فوق العاده آسیب ایجاد میکنه. من نمیخوام بپیچونمش، من میخوام آگاهانه الان که میهمان ذهن و دلم شده بذارمش کنار، چون الان اختیاری در انتخابش نداشتم. فردا نه پس فردا، 2 ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، 10 روز دیگه بهش بپردازم. حالا نکته، امکان داره یه کسی سوال بپرسه آقا این موضوعی که من میخوام بهش رسیدگی کنم خیلی موضوع مهمیه، طرف مقابل اومده یه مطالبه ای داره که من تو دل اون احساس گناه دارم، بعد سریع بهش رسیدگی کنم. ما میگیم این فردا بهش رسیدگی کن، پس فردا بهش رسیدگی کن، یه حساب کتابی داره، 1/5 زمانی که فرصت داری. مثلا طرف فردا از شما یه جوابی میخواد، از الان تا 24 ساعت آینده، حالا بگیم مثلا 25 ساعت، فقط 5 ساعت فرصت داری به تعویق بندازی. نه اینکه حالا فردا بهش فکر می‌کنم، پس فردا بهش فکر می‌کنم، پس اون فردا. این میشه اهمال کاری. این غلطه. اهمال کاری ما نداریم. ما 1/5 زمان و فرصتی که در اختیار داریم میتونیم از قانون وقفه استفاده کنیم یا از قانون تعویق استفاده کنیم. این کامل پکیجش بسته شد. بله. حالا بریم سراغ گام دوم. پس گام اول تعویق فکر غیر اختیاری. حالا بریم سراغ گام دوم. گام دوم 7 مرحله داره. خیلی هم ساده است. عموم ما هم اینا رو انجام دادیم. اما چرا بعضی موقع نتیجه نمیگیریم؟ چون 7 تاش با هم دیگه و به ترتیب نیست. یه مثال میزنم، استاد محمد پیام بهرام‌پور خیلی کمک کننده است. ببینید، من تلفن همراه هم یه کدی داره. خب؟ کدش کد خیلی معمولیه. ببینید، اگر من 3 تا از عددا رو بزنم این صفحه باز نمیشه. خب بذار بیا صفحه. ببینی 3 تا رو بزنم باز نمیشه. اگه 5 تا هم بزنم باز نمیشه. ترتیب کدم هم اشتباه بزنم بازم باز نمیشه. من حتما باید 1, 2, 3, 4 رو پشت سر هم بزنم تا صفحه کیبورد من باز بشه. تکنیک های روانشناختی ترتیبش و تعدادش موضوعیت داره. خیلی از مردم متاسفانه میگن خب آقا کانتر ما اینه که انجام داده بودیم ولی من آروم نشدم. تو خیلی از آموزش‌ها، تو خیلی از کارگاه‌ها من با این سوال عمومی روبرو میشم
که آقا کاظم زاده ما همه این کارا رو کردیم نتیجه نداده. خب میدونی مشکل چیه؟ تکرار، ترتیب و کامل بودن. این سه تا رو اگر رقم بزنیم قطعا به نتیجه میرسه. یه پژوهشی انجام شده استاد تو بحث تعمیم پذیری این داستان، آلفای کرومباخ. آلفای کرومباخ این پژوهش بالای 18 یعنی از هر 100 نفر 64 نفر به نتیجه میرسن، به نتیجه قابل ملاحظه. پس قدرت تعمیم پذیری این داستان فوق العاده بالای پایایی و روایی این تکنیک خیلی قویه. اینم برای بچه‌هایی که کار علمی میکنن، تو پرانتز گفتم و بستم. حالا چی کار میخوایم کنیم؟ یک، باید گناهمون رو بپذیریم. نباید توجیه کنیم نه من منظورم این نبود، اون خودش برداشت کرد که من بهش توهین کردم، من داشتم شوخی میکردم. این باعث میشه سیستم روانشناختی ما لطمه بخوره. توجیه نکنیم، احساس گناهمون رو بپذیریم. دو، تعیین دقیق آسیب اگه میتونیم به صورت کمیتی. من دقیقا چه ضربه ای بهش زدم؟ مثلا من با شما یه قرار کاری میذارم استاد بهرامپور که مثلا راجع به یه موضوعی با همدیگه یه گفتگوی بکنیم، بعد ماحصل اون گفتگو میتونه مثلا خروجیش این باشه که یه کتابی رو با همدیگه تألیف کنیم. خب بعد من اون جلسه گفتگو رو یا نمیام، یا وقتی میام با کیفیت علمی مد نظر نمیام. خب ضربه که شما میخوری یکیش اینه، 2 ساعت وقتت تلف شده، شاید تألیف و نوشتار کتابت به تعویق بیفته، شاید احساست نسبت به یک دکتر روانشناس و دکترهای روانشناس دیگه از بین بره و تغییر کنه، و شاید کلافه بشی و کلن فرایندی به نام تألیف مشترک رو منحل کنی. ببینید وقتی من توی جلسه گفتگو با شما 2 ساعت تأخیر کردم، فقط 2 ساعت عمر شما رو از بین نبردم، بلکه نگرش شما هم تحت تاثیر قرار دادم، تصمیم های شما هم. اینا رو همه رو بیاییم برای خودمون بنویسیم. نکته مهم خوب گوش بدید، ضربه های شناخته شده از نظر علمی، ضربه های شناخته شده تخریبشون متوقف میشه و ضربه های شناخته نشده ادامه تخریبشون ادامه پیدا میکنه. دکتر یه بار دیگه توضیح بدید نکته... یعنی چی؟ یعنی از نظر روانشناختی وقتی من یه ضربه رو به شما زدم، خب این عذاب وجدان میاره، احساس گناه میاره دیگه، درسته؟ بیام تمام ضربه ها رو بنویسم، من چه ضربه هایی به استاد محمد پیام بهرامپور زدم، بعد دیگه احساس گناه سازیش متوقف میشه. آها. چون دیگه کاملا آگاهانه فهمیدم چه ضربه هایی زدم. اما به مجرد اینکه نتونم تشخیص بدم چه ریشه هایی ضربه زده، هی برای خودم به نکنه میافتم. دیدید آدمایی که عذاب وجدان دارن اینطوری میکنن، نکنه اینطوری هم بشه، نکنه بد اخلاق بشه با کارمنداشم بد رفتار کنه، نکنه دیگه از دنیای روانشناسی زده بشه نتونه روش کنه، نکنه هی وان میفته تو فاز نکنه. یادتونه قدیمی ها میگفتن دلم هزار راه میره؟ این یادتونه؟ عموم قدیمی ها از این اصطلاح استفاده میکنن. دل آدم زمانی هزار راه میره که آسیب ها رو دقیق نسنجیده باشه. این دومین قدم. قدم سوم، جلوگیری از فاجعه سازی و تخریب و سرکوب. آقا من یه اجحافی رقم زدم، اوکی اجحافم هم اندازه‌گیری کردم اینه، تموم شد، همین انقده، نه دیگه خیلی بزرگتر. یه قانونی داریم ما تو سیستم روانشناسی بهش میگن قانون 97-3. یک ناگواری رو برای اینکه سیستم ذهنی ما توجه بگیره، حالا به اصطلاح آمپراژ بگیره، یعنی بیشتر از همه انرژی دریافت کنه، 97 تا نشون میده. ما باید خیلی مواظب باشیم فاجعه سازی نکنیم. فاجعه سازی یکی از بحرانهای بزرگ ذهنیه. آقا جان جلوگیری کن از فاجعه سازی. نکته آقا کنید ما از کجا بفهمیم داریم فاجعه سازی میکنیم؟ از اینجا که وقتی تعیین دقیق آسیب و رقم زدی، باز هم داری به اون موضوع منفی فکر میکنی. ذهنت داره فاجعه سازی میکنه، ذهنت برای دریافت توجه بالاتر داره به مصادیقی فکر میکنه که دیگه واقعیت نداره. مثال اگر من توی جلسه گفتگویی با شما آنچه که باید شاید خوب ظاهر نشم یا اصلا نیام، آیا واقعا تدبیر شما برای خوندن زبان یا برای ورزش کردن میتونه تحت تاثیر قرار بگیره؟ قاعدتا نه. اما کسی که عذاب وجدان داره
و این عذاب وجدان سازیش و فاجعه سازی میکنه، میگه وای استاد پیام برانپور ورزشش هم حتما تحت تاثیر قرار میگیره. خب یعنی چیزای بی ربطی که هیچ آدم عاقلی نمیتونه ربطش رو تعیین کنه و تشخیص بده. پس از فاجعه سازی جدی مثلا من اگه برم واسه دوستم تعریف کنم، مثلا اصلا نباید این کارو بکنم، ولی دوستم میگه بابا تو هم دلت خوشه، چه ربطی داره اینا به هم، اینطوری بهمون میگه. آفرین، دقیقاً اینطوری. البته شما ناخودآگاه به قدم هفتم این پروتکل اشاره کردی. ما حتما باید بریم با کسی صحبت کنیم، اما حساب کتابدار که خدمتون عرض خواهم کرد خیلی سریع. چهارمین نکته که عموم آدم‌ها متأسفانه ازش غافلن اینه: من از این بحران چی یاد گرفتم؟ چه آورده‌ای برای من داره؟ من یه اجحافی رقم زدم، یه اشتباهی رو مرتکب شدم، یه بی‌عدالتی رو رقم زدم، اوکی، احساس گناهشم الان دارم، احساس گناهمم پذیرفتم، اندازه‌ام گرفتم، از عذاب وجدان سازی یا از بزرگ نمایی سازی هم جلوگیری کردم، اما نکته چی کار کنم دوباره تو این لوپ نیفتم، دوباره این اشتباه رو مرتکب نشم. این چی کار کنم دوباره این اشتباه رو مرتکب نشم خیلی کمک کننده است. یه نکته خیلی ناب بگم استاد، خیلی ناب، به نظرت مخاطبا قدرشو میدونن؟ آها، بزرگترین سیستم ایجاده، چون سیستم، حالا چون نمیخوام آکادمیک حرف بزنم، به این موضوع اشاره نکردم که ما عذاب وجدان سازی و احساس گناه سازیمون 5 تا کانال داره. خب کانال اصلی، ببینید، یه موقع از شما میخوای به یکی آسیب بزنی یه چک میزنی زیر گوشش، یه موقع از پایی به یکی آسیب بزنی با چاقو مثلا خفخطیش میکنی، یه موقع از با قمه تو شکمش تا آخر فرو میکنی، یه موقع از با اسلحه سوراخ سوراخش میکنی، یه موقع از با بمب اتم زیر روش میکنی. خب هر کدوم از این برخوردها تو سیستم روانشناختی ما طبقه بندی شده است. اون بمب اتمه میدونی که اوتوران فعال میشه؟ اشتباه های تکراری. از نظر علمی ثابت شده وقتی آدم ها میافتن تو لوپ تکرار شونده، بدترین مدل ایجاد احساس گناه فعال میشه. ما چرا تو مرحله چهارم پروتکل مقابله با احساس گناه تحلیل میکنیم که از این موضوع چی یاد گرفتیم؟ از این موضوع چی یاد گرفتم که دیگه درگیر این داستان نشم، که اون سنگین ترین احساس گناه میهمان دل و ذهن من نشه. توی مطالعه توی یکی از دانشگاه‌های خیلی درجه یک، دست نوشته ها و حالا ما روانشناسا اسمشو میذاریم سلف مونیتورینگ، خودپایشگری، دست نوشته های 1000 نفر که قبل از اینکه خودشونو بکشن یه مستندسازی داشتن، یه صوتی رو پر کردن، یه نوشته ای رو رقم زدن، یه تلفنی به یکی زدن، یه ایمیلی به یکی فرستادن و مورد بررسی قرار دادن. جالب اینجاست که بدونید بالای 80% از این آدما بر اساس فعال شدن قوی ترین مدل احساس گناهشون دست به خودکشی زدن. یعنی وقتی قوی ترین سیستم احساس گناه فعال میشه، آدم از همه جا ناامید میشه. و اون قوی ترین اشتباه تکرار شونده است. آفرین. و این اشتباه تکرار شونده است که متاسفانه قوی ترین احساس گناه رو رقم میزنه. میشه یه مثال بزنید دقیقاً اشتباه تکرار شونده؟ آره. من وارد خونه میشم، خب همسرم یه اشتباهی میکنه یا برداشت من اینه که یه اشتباهی کرده، یه رفتار غلطی رو به منصه زور میرسونم. بعد از چند دقیقه یه سری مستنداتو میبینم، چون اینو میدونید دیگه وقتی آدم هیجان خشم میاد بالا، از نظر ادراکی مغز ما قفل میشه، دیگه نمیتونیم مشاهدات عینی رو به طور دقیق ببینیم. وقتی من قله خشمم فروکش میکنه، به قول قدیمی آب از آسیاب میریزه، یه سری مصادیقو میبینم، یه سری آلترناتیوا میبینم، میگم ای موضوع اونجوری که من برداشت کردم نیستا، احساس گناه وجود میاد در درون من. اگر این احساس گناهو مدیریت نکنم، یعنی ننم تو تنهایی خودم بپرسم خب من حالا از این موقعیت چی یاد گرفتم، اگر اینو برای خودم رقم نزنم، فردا نه پس فردا میام شاید دوباره با خانومم این موضوع رو رقم نزنم، بلکه دوباره خشم نشون میدم به بچه‌م، باز دوباره به خاطر یه چیز کوچولو یه تصمیم گیری کلی میکنم، بهش میگن استدلال استقرایی، یه سری مشاهده محدود، یه حکم کلی. خب یه حکم کلی میدم، بعد چند دقیقه بعدش وقتی از خر شیطون پیاده میشم، اینا آخ دوباره سوتی دادم، 4 روز دیگه آخ با همکارم هم دوباره سوتی دادم، باز دوباره با خانومم سوتی. این اشتباه های تکرار شونده تو قضاوت های سریع تمام سیستم درونی منو مجاب میکنه به ناامیدی. اوکی، تونستم جا بندازم؟ خب گام بعدی
اطلاع رسانی و طلب بخششه. دکتر ببخشید یه بار مرور بکنیم با هم. ببینید گام اول شد اصلا من احساس گناهمو بپذیرم، بگم آقا احساس گناه دارم. دومین نکته ببینم این کاری که من کردم چه آسیبی به شخص زده، حتی ممکنه آسیب نزده باشه، من همش دارم به خودم میگم درسته یا اصلا من نقشی نداشته باشم، مثلا چه میدونم من 5 دقیقه دیر اومدم بعد این طرف تو راه تصادف کرده و فوت کرده، باز من مثلا واقعا دیگه این ارتباطی به من نداره، حالا به خودم میگم مرگ زود میومدم، اینا شاید حرف نادرستی باشه، یعنی هزار تا اتفاق دیگه هم میافته باشه، یا مثلا حتی از اینم خیلی ساده تر تو راه رسیدن به قرار با من اون بنده خدا تصادف میکنه فوت میکنه، من میگم تقصیر منه، یعنی واقعیتش اینه که ما خب نقشی نداشتیم تو این فرایند. بله ممکن بود اگر من نمیگفتم بیاد مثلا نمیمرد، ولی آخر این چه منطقیه، من کجا میدونستم. سومین داستان این هستش که ضمن اینکه آسیب رو مشخص کنیم دیگه فاجعه سازی نکنیم و بدونیم که اوکی داستان اینه، و چهارمیش یاد بگیریم تحلیل کنیم که چه مشکلی پیش اومد و ازش یاد بگیریم که تکرار نشه دوباره، تکرار نکنیم. آفرین. حالا پنجمین گام اطلاع رسانی و طلب بخششه. یعنی چی؟ ببینید اینجا خیلی مهمه، آدم ها دو دسته فرهیخته و شکوفا و غیر فرهیخته و غیر شکوفا تقسیم بند نمیشن. این پروتکل پروتکلیه که فلکسیبیلیتیش خیلی بالاه، خیلی منعطفه و لازم نیست همیشه با همه آدم ها همه 7 مرحله رو اجرا کنیم. اما اگر آدمی که در مقابلت قرار گرفته آدم فرهیخته یه بر علیهت یه سری مصادیق جمع نمیکنه، بر علیهت جمع نمیکنه روز مبادا تسویه کنه، به دیگران آبروی حیثیتت رو نمیبره و غیره و غیره، خیلی خوبه که به عذاب وجدان خودت، برای مدیریت عذاب وجدان خودت بری و اطلاع رسانی کنی و طلب بخشش کنی از طرف مقابل. اما اگر این امکان وجود نداره و اون آدم آدم فرهیخته‌ای نیست، ما اصلا توصیه نمیکنیم، چون اون آدم سوء استفاده میکنه و آسیب بزرگتری رو رقم میزنه و خشم شما دانلود میشه و کار بدتری انجام میدی، کار آسیب زننده‌تری انجام میدی، از وجدان بزرگتری میگیری. ولی اون آدم فرهیخته یه بریم طلب بخشش. آقا دکتر یه مسئله هم هست، البته این تخصص شما روانشناس هست، اما چون من دوراشو گذروندم احساس میکنم اینجا بگیم. ببینید ممکنه من خیانت بکنم مثلا به همسرم، بعد احساس گناه دارم، عذاب وجدان دارم و با خودم فکر کنم برم بهش بگم که راحت شم. من تا اونجایی که میدونم، حالا اگر اشتباه میدونم شما اصلاح بفرمایید، تا اونجایی که من میدونم این یکی از بدترین کارهاست، یعنی من یه ظرف داغی دستم، احساس گناه دارم، به خاطر اینکه راحت شم این ظرف داغو میدم به یکی دیگه، اون اون پدرش درد که من آخرش راحت شدم، بابا اونو بدبخت کردی. اینجا لازم نیست بری بگی چی کار کردی و شما فقط رفتار رو باید اصلاح کنی، درست میدونم؟ خیانت جان، حتی تو موقع خیانت ما 5 مدل گفتن داریم که 4 مدلش توصیه میشه، یه مدلش توصیه نمیشه. الان شما داری به مدل 5 گفتن خیانت اشاره میکنی. اصل داستان با همه ریزکاری ها بدون نظارت یه متخصص، بدون داشتن آمادگی روانشناختی، این بزرگترین آسیب رو ایجاد میکنه. پس اصلا نباید بگی. خب اما خیلی موقع ها تو پروتکل خیانت ما درمانی به نام بیان و بیان ریزکاری ها داریم تو یک لایه، اما نظر متخصص تو موقعیت متفاوت و موقعی که اون آمادگی روانی داره و غیره و غیره، اما غیر متخصص اصلا و ابدا نباید بگه. این یکی از مصادیقیه که بله 100% من باید اونجا بیان کنم، فقط باید برم تو مرحله بعدی، یعنی تدوین فرایند جبران و درست کردن داستان. مرحله ششم اینه، حالا من یه اجحافی کردم، یه کار اشتباهی رقم زدم، یقینم پیدا کردم، ببینید اندازه واقعیشو در آوردم که نه واقعا من یه ضربه‌ای زدم، خب حالا چه تدبیری بیاندیشم؟ 2 کار مهم باید انجام بدیم. 1 خودمون تدابیری بیاندیشیم و در قالب پیشنهاد خودمون به خودمون بدیم. 2 از یه آدم خبره بپرسیم یا از خودمون آدمی که به این ضربه زدیم بپرسیم. خب خیلی مهمه که از خودمون آدم هم نظراتی بپرسیم. اینجا روانشناسا میگن اگر بخوای جبرانی و رقم بزنی باید از دنیای پدیدیای طرف مقابل ریس فاکتورهایی رو دریافت کنی. یعنی چی؟ یعنی کاری کنی که برای طرف مقابل مهمه، کاری بکنی که برای طرف مقابل آسودگی میاره، آرامش میاره، نه کاری که خودت فرض میکنی خوبه و التیام بخشه. مثلا مثال میگم، من آبروی شما رو مثلا بردم، خدای نکرده خدای نکرده، بعد سال تحویل بشه
یه هدیه خیلی گرانبها برای شما ارسال کنم به این نیت که آره من میخوام جبران کنم دیگه. خب این که نمیشه که، من از دنیای پدیداری شما که اصلا خبر نداشتم. من باید بدونم اگر خدای نکرده اجحافی به نام آبروریزی برای شما رقم زدم، شما تو چه قواره‌ای میپذیری که این درد تسکین پیدا کنه؟ بیام جلو دیگران ازت عذرخواهی کنم، تو فضای مجازی کلیپ برات پر کنم، بیام جلو همکارانت با مثلا با شما یه مشایعت یا یه همراهی عاطفی مطلوب داشته باشم، تعریف تو پیش دیگران کنم، باید یه کار مشترک رقم بزنم؟ متوجه عرضه هستی؟ یعنی ببینید من اگه بخوام یه ببخشید یا برم گمشم به خاطر اینکه یا حد یه داستانی تعریف کنم. یکی از دوستانم میگفت تو دانشگاه یه آقایی تو مقطع کارشناسی، یعنی بچه بودم واقعا، یه پسری میخواست با خانومی ارتباط بگیره، بعد اون خانم مخالفت کرد و اینو رد میکرد و هی میپیچوند و اینا. بعد این پسره مثلا چقدر واقعا بیخرد بود، یه سری حالا اون موقع مثلا این مال خیلی وقت پیشه، شاید مال 15 سال پیشه، مثلا پولیکوپی درست کرد، رو کاغذ یه سری چیزا نوشت راجع به اون دختر خانم، کپی گرفت پخش کرد تو دانشگاه که دروغ بوده، فقط میخواست مثلا بزنه. خب حالا 10 سال گذشته و این خانم اصلا تونسته فراموش کنه. حالا من بیام اونجا بگم ببین منو ببخش بابت این موضوع، خب این به نظر من اصلا یه کار خیلی فاجعه باره. یعنی اون بنده خدا تازه احتمالاً تونسته بذاره کنار، من حالا دوباره سر کلم پیدا شد، یا بیام دوباره یه پولیکوپی درست کنم، یه گروه درست کنم، همه بچهای دانشگاه رو جمع کنم، بیام بگم بچه‌ها من اینو چرت گفتم، بابا اون تموم شده، الان اینو دیوونه‌اش نکنید. حالا از همین مثال شما من یه وام میگیرم. ببینید الان دنیای پدیداری اون دختر خانم چیه؟ یکی از ریس فاکتورهای دنیای پدیداری اون دختر خانم عامل حذفه. پس اگر تو بخوای جبران کنی نباید جلوش آفتابی بشی. پس ببین شما باز هم دارید از ریس فاکتورهای دنیای پدیداری اون یک انتخاب مؤثر رقم میزنی. این دنیای پدیداری خیلی موضوعیت داره در موقعیت جبران. دنیای پدیداری یعنی چی؟ خیلی خودمونی و معمولیش دنیای پدیداری هر انسان سیستم‌های انتخابی و ارزشی یک انسانه. چه چیزهایی برای این آدم مهمه، چه چیزهایی انتخاب میکنه و بر اساس چه اصولی رفتار میکنه، این میشه دنیای پدیداری اون آدم، علایقش، هنجارهاش، بایدها و نبایدهاش. خب تو گام آخر وقتی ما همه این 6 تا گام رو انجام دادیم، استاد محمد بهرام‌پور یه بار سنگین روانی رو تجربه میکنه. یعنی عموم آدم هایی که تو فرایند مدیریت احساس منفی و احساس گناه ورود میکنن خیلی خسته میشن. ما اینجا یه پادزهر در نظر میگیریم برای اون آسیب روانی که خلاصه آدم افتاده توی یک سکنجی ضربه، افتاده توی رینگ چوب خوردن و مش خوردن، خسته شده دیگه. حالا باید یکی بیاد یه حوله‌ای براش تکون بده، این نفسش چاق شه. خب اون آدم یه آدم همدله. من باید ماجرا رو به نحوی که کسی نتونه ازم سوء استفاده کنه، کسی بر علیه هم نتونه استفاده کنه، کسی مستندسازی نکنه، با یه آدم همدل حرف بزنم و بیان کنم. با یه آدم همدل، با یه آدمی که منو درک میکنه، منو قضاوت نمیکنه، نگاهش نسبت به من عوض نمیشه، که این بار سنگینی که به دوش کشیدم خودمو سبک کنم و دیگه بزنم زمین و خیالم راحت بشه. ولی این خیلی نیاز به ذکاوت داره. یعنی ممکنه دوستانی کلی شما قید و صفت اضافه کردید، یک انسان همدل در صورتی که سوء استفاده نمیشه، مستند نمیشه، داستان نمیشه، چون شخص اینو میاد میبینه و بعد فردا میره مثلا چه میدونم به مثلا یه آدم خیلی اشتباهی میاد میگه ببین من آره فلان اشتباه کردم، بعد این خودش گند میزنه دوباره به زندگیش، چون آره خیلی تخصص دارن آموزش رو به بدترین نحو ممکن استفاده بکنن و بعدم بگن آقا کار نکرد. این همه قید و صفت اضافه کردن دکتر، حواستون باشه لطفا. خیلی عالی. پس این 7 گام شد برای اینکه من بتونم با این احساس گناه کنار بیام و بتونم راحت تر زندگی بکنم. بی نهایت ممنون. یه کتاب معرفی کنم استاد اگر اجازه بدید. رهایی از نگرانی، ترجمه آقای دکتر حسن حمیدپور، انتشارات ارجمند. فوق‌العاده است تو موقعیت‌های مدیریت بدفکری‌ها، فکرای منفی مثل احساس گناه، مثل استراب، مثل استرس‌های شناخته شده و غیره و غیره. خیلی کمک کننده است. هم خیلی کوتاهه، هم خیلی کاراست و هم خیلی
ساده است، یوزر فرندلی، راحت میتونید ازش استفاده کنید. بی نهایت ممنون آقای دکتر، واقعا لطف کردید، سپاسگزارم ازتون. اگر صلاح میدونید روش های ارتباطی که دوستان میتونن با شما در ارتباط باشن، سوالاتشون رو بپرسن، شما رو دنبال بکنن رو اعلام بفرمایید، ممنون میشیم. من 3 تا صفحه اینستاگرامی دارم، برتری های 1، برتری های 2 و برتری های 3 تو اینستاگرام میتونن سرچ کنن دوستان و منو پیدا کنن. و یه سایت دارم بازم به نام برتری‌ها.com، میتونید داخل اون سایت بیاید، کلی آموزش رایگان و مطلوب در اختیارتون قرار داده شده، چیزی بیش از 300 ساعت آموزش تو رسانه‌های متفاوت، حالا تلویزیون، رادیو، مصاحبه های تخصصی با رسانه های مکتوب انجام شدن، مجله های متفاوتی که قلم میزنم اونجا مستنداتش هست و قابل استفاده است، و دوستان تو عنوان های متفاوتی که حالا تخصص منه میتونن استفاده کنن. نهایت ممنون، متشکر از وقت که گذاشتین آقای دکتر، سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدار. دوستان عزیز، امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه، یه نکته کوچیک هم یاد بگیریم و بهتر بشیم، خیلی خیلی خوبه و دنیای خودمون و دیگران بهتر میشه. اگر سوالی داشتین، نکته بود، حتما در سایت بیشتر از یک بنویسید، در قسمت پرسش و پاسخ ما سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد، سوالات که خیلی عمومی باشه، افراد بیشتری بخوان استفاده بکنن، حتما مفصلتر مثل همین گفتگو کار میکنیم که شما بتونید حد اکثر بهره رو ببرید انشالله. از توجه شما بی نهایت سپاسگزارم، پیروز، موفق و بیشتر از یک نفر باشید. به خودم قول دادم همیشه مرد خطر باشم.